بسم الله الرحمن الرحیم. حضور محصلین عزیز سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم که خوب و خوش و تندرست باشین. اجازه بدین که شروع سمستر جدید حضور همه شما تبریک و تهنیه درز بکنم و اظهار سپاس و تشکر داریم از پانتون محترم جامی و دستندرکاران محترم پانتون جامی که زمینه ادامه تحصیل را در شرایط بحرانی که ویروس کرونا شکل پاندمی را به خود گرفته برای ما شما فراهم ساختند و اجازه ندادند که شما از ادامه تحصیل باز بمانید. دنیای از ایشان سپاسگزار هستیم. پیش از این که به موضوع درس بپردازیم، میخوام که راجع به مرض کووید 19 و ویروس کرونا جدید از نظر صحت عامه و اهتمامات وقایوی موضوعات بسیار کوتاه و خلاصه را خدمت به عرض برسانم. طوری که میفهمیم مرض کرونا کووید 19 که توسط کرونا جدید، ویروس کرونا جدید ایجاد شده، متاسفانه شکل پاندمی رو به خود گرفته و اکثر کشورهای جهان از حضور این مرضی رنج میبرند و ما شاهد هستیم که روزانه به تعداد واقعات و مصابیت ها افزوده میشه و متاسفانه واقعات مرگ و میر هم رو به افزایش هست و کشور عزیز ما افغانستان هم از گزند ویروس در امان نمانده متاسفانه و ما میبینیم که تعداد مصابین هر روز زیادتر شده میره و متاسفانه واقعات مرگ و میر هم زیاد شده. لذا ایجاب میکنه که تمام مردم عزیز ما، به خصوص شما کارمندان صحی که به عنوان محصلین طب و به عنوان در واقع کسانی که مستقیما با صحت و صحتمندی مردم در ارتباط هستین، اهتمامات وقایوی به خاطر جلوگیری از شیوع و گسترش ویروس کرونا مراعات بکنیم و در نظر داشته باشین. سازمان صحی جهان و به طبیعت از او وزارت محترم صحت عامه یک سلسله اقدامات و یک سلسله اهتمامات پیشگیرانه و وقایوی پیشنهاد کرده که توجه شما و توجه همه مردم عزیز را جلب میکنم. عمدترین گپ ای است که بنابر این که متاسفانه تا کنون تداوی خاص و همچنین اهتمامات واکسین خاص برای مریضی تاله ساخته نشده، روی این اصل ایجاب میکنه که ما دست به گریبان تنها راه حل باشیم که تنها راه حل اهتمامات وقایوی است. عمدترین گپی است که عزیزان و مردم عزیز ما، به خصوص شما محصلین عزیز، هم خود شما، هم فامیل و هم اجتماع در خانه بمانین و بدون ضرورت از خانه بیرون نشین، در اجتماعات حضور پیدا نکنین، به خاطر اینکه ویروس سرعت شیوع و سرایت بسیار زیاد و وسیع داره و دستا خور منظمن مرتبن به کرات، روزانه بیشتر از 20 مرتبه حداقل برای 20 ثانیه دستا خور بشورین با آب و صابون و ای توصیه به خانواده ها و به اجتماع و جامعه که در اونجا زندگی میکنیم هم برسانین. در صورتی که از سرفه و مشکلات صحی شما رنج میبرین، اولا خو اهتمامات وقایوی اجرا بکنیم، دست خور توسط آرنج یا یک دستمال در واقع دهان و بینی خود بپوشانیم تا از گسترش ویروس جلوگیری بشه و همچنان به فوکال پوینت های کووید 19 در تماس باشین در صورتی که شما مشکوک به مریضی کرونا هستین. دعا میکنیم که خداوند به زودترین فرصت ممکنه ما را از شر این ویروس نجات بده تا ما بتونیم به زندگی عادی و طبیعی خود برگردیم. خب بیایم در قسمت مضمون ما، مضمون صحت عامه هست و من دکتر سید کمال الدین حسینی متخصص اطفال هستم و استاد پانزده طب پانتون جامی. سمستر 8 تعداد کردیت 2 کردیت هست و هدف از آموزش ما در واقع ارتقای سطح دانش شما محصلین عزیز. روش تدریس ما هم در واقع پرزنتشن هست و منابع ما در واقع در آخر سلاید هم خدمت شما به عرض میرسونم. رفرنس ما کتاب درسی پانتون پانزده طب دولتی هرات هست که من در چپتر از این آماده کردم، انشاءالله از طریق پنل به پانتون ارسال میکنم و اونا به دست از شما قرار میدن.
ما در درس اول یا جلسه اول تعریفات صحت و صحت عمر میخوانیم و هدف ما است که در رابطه با اساسات صحت عمر معلومات شما عزیزان بالا بره. خب عنوان اول ما تعریفات و عنوان بعدی ما بی پی اچ اس. خب قبل از اینکه تعریفات رو بپردازم مفردات درسی خدمت شما به نمایش گذاشتم که شما میتونید مطالعه بکنید و در طول سمستر در جلسات مختلف ما به این محتویات انشالله خواهیم پرداخت. 16 محتوی. خب اگر ما خواسته باشیم صحت رو تعریف کنیم، صحت در واقع از نظر سازمان صحی جهان یا WHO به رفاه و سلامتی کامل فیزیکی، روانی و اجتماعی فرد اطلاق میشه. به این معنی که یک فرد زمانی صحتمند به شمار میره که به رفاه و آسایش و سلامتی فیزیکی و روانی و اجتماعی دست پیدا بکنه. فقط عدم موجودیت مریضی آشکار یا عدم احساس ضعف و ناتوانی دلالت به صحت نمیکنه. چه بسا کسانی هستند که ظاهرا از لحاظ فیزیکی، از لحاظ جسمی کاملا صحتمند هستند، کدام مشکل ظاهری آشکار نیست، اما از نظر روانی و اجتماعی دچار مشکل هستند که در واقع اینا صحتمند نیستند. تعریف صحت عامه، صحت عامه در واقع عبارت از علم و هنره، هم علم و هنره، وقایه و تداوی امراض، طولانی ساختن زندگی و ارتقای صحت. از طریق چی؟ از طریق کوشش های منظم جامعه است. یعنی در بحث صحت عامه خود جامعه بسیار مهم است دخالتش. صحت عامه باید در واقع خود جامعه باید در پلان ها و برنامه ها و تمام در واقع پلیسی هایی که صحت عامه داره جامعه باید دخیل باشه. هدف صحت عامه سلامتی فیزیکی و روانی تمام اعضای جامعه است، بدون در نظر داشت جنسیت و ثروت و قومیت و بینش های جنسی و غیره و غیره و غیره. یعنی تبعیض در صحت عامه محلی از اعراب ندارد. لذا صحت عامه بر علاوه توجه به صحت فرد و صحت تمام مردم تمرکز دارد. به این خاطر میگم صحت عامه. خب پس ما میگیم که علم و هنر وقایع و تداوی امراض و در نتیجه آن طولانی ساختن و ارتقای صحت، این لب و لباب در واقع صحت عامه است که باید در نظر داشته باشیم. فعالیت های اساسی که صحت عامه داره ای است که تشخیص، اندازه‌گیری، نظارت و پیشبینی نیازمندی های صحی جامعه. از نظر صحی باید ارزیابی بشه نیازمندی های جامعه، تشخیص بشه، اندازه‌گیری بشه و نظارت بشه. بعضی که نظارت شد، برنامه ها و پلان ها برای حل پرابلم های صحی مردم گذاشته و تطبیق میشه. تنظیم و اطمینان از خدمات مثمر و با کیفیت صحی معالجه و وقایعی. صحت عامه مسئولیت داره، کارمندان صحت عامه مسئولیت دارن، برنامه های صحت عامه مسئولیت داره تا از در واقع تطبیق قوانینی که باعث بلند بردن کیفیت صحی معالجوی و وقایوی افراد جامعه میشه اطمینان حاصل پیدا بکنه یا اطمینان حاصل بکنه. طرح، ارتقا و تطبیق پالیسی ها و قوانین ضروری صحی. پلان رو باید طرح بکنیم، پالیسی رو باید طرح بکنیم، ارتقا بدیم و تطبیق بکنیم. در واقع اول طرح، تطبیق، ارتقا. طرح، تطبیق و ارتقا. وقایع از امراض و صدمات. بحث وقایعی در صحت عامه بسیار مهم است، اساس هست. کاهش نابرابری های صحی و اطمینان از دسترسی همه مردم از نظر وضعیت جهانی صحت باروری. یعنی برابری و عدالت باید وجود داشته باشه، برابری و عدالت باید وجود داشته باشه. خب دیگه اجرای تحقیقات صحی، ریسرچ های صحی و ارزیابی مؤثریت روش ها و استراتژی های تداوی وقایع امراض. تحقیقات صحی باید صورت بگیره. سازمان صحی جهان طبعا تحقیقات داره. حالا ما در کووید 19 یا در این ویروس کرونا جدیدی که ما شما فعلا دست به گریبان هستیم، داره صحت عامه و سازمان صحی جهان تحقیقات خود را تکمیل میکنه. ببینیم هر لحظه تغییرات ایجاد میشه. فرضاً سابق میگفتن که خود ویروس کووید 19 در فاصله یک متری انتقال پیدا میکنه، ویروس کرونا جدید در فاصله یک متری انتقال پیدا میکنه، اما فعلا میگم توسط از 3 تا 8 متر هم انتقال پیدا میکنه. تحقیق میکنه، داره تحقیق میکنه، داره پیدا میکنه، داره جستجو میکنه که در واقع مرض تشخیص بده و برای ارتقای صحت مردم و جلوگیری از مصابیت مردم به امراض مختلف، به خصوص هم امراضی که فعلا شروع پیدا کرده،
در واقع تلاش و کوشش کنیم. طرح شیوه های جدید برای تحقیق و ارزیابی امراض و حالات صحی، متد های جدید تحقیق در دسترس کارمندان قرار میده. حالا این متد های تحقیق ممکنه که لیتراتور های طبی باشه، ممکنه که ریسرچ ها به شکل عملی باشه، یا ممکنه ریسرچ ها بالای مطالعات و ریسرچ های سایرین باشه. تربیه و اطمینان از موجودیت قوای بشری برای صحت عامه، باید قوای بشری موجود باشه، از موجودیت از اینا اطمینان حاصل کنه و اونا رو تربیه کنه که مرتبا صحت عامه کنفرانس ها و ورکشاپ های مختلف و متفاوته در این عرصه داره و خوشبختانه وزارت صحت عامه شما و ریاست صحت عامه هرات در این راستا بسیار موفق بوده. ارتقای شیوه های سالم زندگی و عادات خوب صحی برای مردم، تلاش همه ما شما به عنوان مؤسسین طب، به عنوان کارمندان صحت عامه به شمار میرین و وظیفه شما هست، وظیفه ما هست، وظیفه کارمندان صحی هست، وظیفه دکتر صاحبا هست که شیوه های سالم زندگی و عادات خوب صحی در خود، خانواده، فامیل و اجتماع خود ارتقا بدن و ای از جمله کارکردهای خود صحت عامه به شمار میرین. ارتقا و محافظت محیط زیست سالم خیلی اساسی و مهم هست. انتشار معلومات صحی و تشویقات جامعه برای اتخاذ اقدامات صحی مناسب، IEC Information Education Communication با جامعه باید می شما داشته باشیم. خوشبختانه مراکز صحی در سطوح مختلف وجود داره که در سلاید های بعدی ما می خوانیم و در این مراکز صحی تعلیمات صحی برای بلند بردن معلومات مردم، برای بلند بردن دانش مردم و برای بهتر شدن کامیونیکیشن یا ارتباط و افهام و تفهیم با مردم روی دست گرفته شده و عملا تطبیق میشه. پلانگذاری و آمادگی برای حوادث طبیعی و غیر طبیعی، ساعتومه باید پلان برسه، باید پلان داشته باشه برای حوادث طبیعی و غیر طبیعی. یک سیلی که میایه، یک زلزله که ایجاد میشه، یا هر حادثه طبیعی که ایجاد میشه، یا حوادث غیر طبیعی، ویروس کرونا فعلا آمادگی ها صورت گرفته، سه تا شفاخونه کووید 19 فعلا تأسیس شده و برنامه ها پلان ها درست تطبیق شده، اگرچه بعضی مشکلات وجود داره ولی با آن هم صحت عامه با توجه به پلان ها و برنامه هایی که داشته تا فی الحال موفق بوده. و این از جمله پلان ها و در واقع کارها و وظایف خود صحت عامه یا پابلیک هلت به شمار میره. خب وضعیت جهانی صحت و ارتباط صحت با امراض و فاکتورهای غیر صحی، ببینیم متاسفانه در اثر اختلالات حاملگی سالانه 300 هزار نفر در دنیا فوت میکنن. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که صحت این در واقع فوتی ها بیشتر در کشورهای روبین کشاف است، در کشورهای عقب مانده است. دلیلش این است که صحت عامه و کشورها برای آگاهی مردم تلاش زیاد نکرده. سالانه 3 میلیون انسان در اثر مریضی ایدز، 1.5 الا 2 میلیون انسان به دلیل مرض توبرکولوز فوت میکنن. وفیات مادران 327 فی 100 هزار ولادت زنده است. یعنی در 100 هزار ولادت زنده 327 مادر متاسفانه فوت میکنن. توزیع وفیات در کشورهای پیشرفته و روبین کشاف نابرابر هست، متفاوت است. مثلا وفیات اطفال در آمریکا 7، در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا 150 الی 200 در هزار تولد زنده است و در افغانستان خوشبختانه سابق زیاد بود، 150 الی 300 فی 100 هزار بود، فی هزار بود، حالا فعلا 77 الی 97 فی هزار تولد زنده است و فیات طفلا که تا حدود بسیار زیاد رشد کرده که در سال 2012 به هدف ما رسیدیم. توقع طول عمر در آمریکا 78 سال، در کشور آفریقایی 46 سال و در افغانستان 62 سال است. بازم خدا رو شکر که ما نسبت به کشور آفریقایی در وضعیت بهتر قرار داریم. توزیع مصابیت ها و وفیات در مناطق روستایی به مراتب بیشتر از نواحی شهری است. به طور مثال وفیات نوزادان در مناطق شهری هند 65 و در مناطق روستایی 124 نوزاد در هزار تولد زنده است. علتش شاید عدم دسترسی به آب آشامیدنی و خدمات صحی مناسب هست. یعنی در این سلاید ذکر شده از جمله فاکتورها میتونیم که امراض، خدمات صحی، دسترسی و پرسنل صحی ما یادآوری کنیم که در مناطق روستایی کمتر هست. و از طرف دیگه قسمت اعظم منابع مالی سکتور صحت که 85% باشه در اکثر کشورها برای خدمات شفاخانی و تخصصی مصرف شه، در حالی که 15% اینا دخیل در تداوی هستند. مؤثریت شفاخانه تخصصی 15% اما مصرف منابع توسط این شفاخانه 85% است.
بی پی اچ اس یا ای پی بی پی اچ اس یا مجموعه خدمات سی اساسی که ما در سلایدهای بعدی هم میخونیم، اینها اگر به صورت درست منیج بشه و کنترل بشه موثریت بسیار خوب در حد بالاتر از 80-85% داره در برای بهبود صحت مردم. و متاسفانه در اکثر کشورها منابع بیشتر منابع استفاده میشه برای چی؟ برای خدمات شفاخانه یا تخصصی که در واقع 15% موثریت داره. خب میگم به BPHS یا Basic Package of Health Services یا مجموعه خدمات صحی اساسی، مطابق به نظام صحی وزارت صحت افغانستان ارائه خدمات صحی به دو بخش هست، یک BPHS، دو EPHS. EPHS و BPHS، Basic Package Health Services یا بسته خدمات صحی اساسی و Essential Package of Health Services یا بسته خدمات اساسی و ضروری شفاخانه. BPHS شامل پسته صحی، هلت پست، مرکز صحی فری، سب هلت سنتر، تیم های سیار صحی، هلت موبایل تیم، مرکز صحی اساسی یا بیزیک هلت سنتر. به مو ترتیب میایم به مرکز صحی جامع و بزرگتر یا کامپرهنسیو هلت سنتر، شفاخانه های ولسوالی یا دیستریک هاسپیتال. اینها شامل چی؟ شامل BPHS هست. و EPHS بازم شامل شفاخانه ولسوالی که در واقع شفاخانه ولسوالی یا DH یا دیستریک هاسپیتال مشترک هست برای خدمات BPHS و EPHS، شفاخانه ولایتی یا دیستریک هاسپیتال و شفاخانه حوزوی یا ریژیونال هاسپیتال و مراکز بالاتر. اینا در واقع خدماتی هست برای BPHS و EPHS که فعلا در افغانستان هم شما بر اساس این خدمات در واقع ما اکشن نشان میدیم و عمل میکنیم. سطوح مراقبت های صحی یا level of health care، مراقبت های صحی در 3 ساعت انجام میشه: مراقبت صحی اولیه primary، مراقبت های صحی ثانویه و مراقبت های صحی ثالثیه. خب مراقبت های صحی اولیه عبارت از اولین سطح تماس بین اشخاص و نظام خدمات صحی است، شامل پست های صحی، مراکز صحی فرعی، مراکز صحی اساسی، مراکز صحی جامعه است. یعنی که در این مراکز صحی مراقبت های ضروری اولیه ارائه میشه. چی؟ مراقبت های صحی اولیه داره ارائه میشه. مراقبت های صحی ثانویه بیشتر تمرکزش بالای سیستم ریفرال هست، سیستم ریفرال یا سیستم رجعدهی است. یعنی وقتی که یک مریض با یک مشکل خاص میایه و این مشکل از توان خدمات صحی اولیه خارج هست، اینا چکار میکنن؟ خدمات صحی ثانویه را اجرا میکنن. یک مریض فرض کن با حالت شاک میایه، باید کسانی که خدمات در مراکز مراقبت های صحی اولیه کار میکنن معلومات ابتدایی راجع به شاک دارن، مریض کمک های ابتدایی برای او میکنن و ریفر میکنن و یا رجع میدن به مراکز صحی بالاتر که در واقع همین مراقبت ها به نام مراقبت های صحی ثانوی یاد میشه. این مراقبت ها شامل خدمات درمانی ضروری است و به وسیله مراکز شفاخانه ولسوالی و شفاخانه شهری تأمین می شود و این ساعت به عنوان نخستین ساعت ارجاع در نظام مراکز صحی به شما میره. خب مراقبت های صحی ثالثیه که در واقع خدمات تخصصی و فوق تخصصی را ارائه میکنه که در واقع شفاخانه های ولایتی، شفاخانه های حوزوی و ملی هم توسط از اینا انجام میشه و نه تنها این خدمات فوق تخصصی ارائه میشه بلکه مهارت های مدیریت و برنامه‌ریزی و آموزش کارکنان تخصصی هم بر عهده این مراکز هست. صحیح شد. و علاوتاً این مراکز صحی ثالثیه خدمات و مراقبت های صحی که در مراکز صحی ثانویه و اولیه هم اجرا میشه پشتیبانی و تکمیل میشه. خب ما یک اشاره به پی سی داریم و بعد از این ما جلسه اول خود ختم میکنیم. پی سی یا مراقبت های صحی اولیه یا پرایمری هلت کیر عبارت از خدمات صحی مهم و حیاتی هستند که مؤثر بر مشکلات اساسی صحی مردم بوده و در دسترس همه مردم قرار داده، یعنی افکتیو باشه، اویلیبل باشه، برای همه مردم قابل قبول باشه، اکسپتیبل باشه و قابل پرداخت باشه، اپلیکیبل باشه. چی باشه؟ افکتیو باشه، available باشه، acceptable باشه و در واقع قابل پرداخت یا قابل تطبیق یا در واقع باشه، قابل تطبیق باشه و با استفاده از تکنولوژی مناسب و مشارکت خود مردم و بر مبنای اصل عدالت تهیه و تدارک قابل پرداخت یا applicable باشه. بیشتر گفتم applicable باشه. خب این بود جلسه اول ما شما.
خدا کنه که مؤثر واقع بوده باشه، و دعا میکنیم که خداوند ویروس کرونا رو زودتر از جهان و از مملکت ما دور بگردانه، تا اینکه ما بتونیم به فعالیت های طبیعی اجتماعی خود رو بر بگردیم و همچنان به پانتون حضور فیزیکی داشته باشیم و با موثریت بهتر بتونیم که به ادامه تحصیل بپردازیم. خب شما مسئولین عزیز میتونیم که به شماره تلفن در تماس باشین، البته شماره تلفن 0786-2189-07 یا آپشن های اینترنت هست، اگر کدام مشکل سوال و یا پیشنهادی در قسمت ساعتم و پرایمری هلت کیر داشت دارین میتونیم که ارائه بکنیم، و این شماره تلفن روشن است در اینجا ذکر شده و این ایمیل آدرس هست، و اگر کدام سوال نیاز به تشریح زیادتر داشته باشه میشه که به من ایمیل کنیم، انشاءالله در خدمت شما خواهیم بود. و رفرنس ما هم کتاب دستی ساتومی پانتون هرات هست و من رفرنس رو انشاءالله یا من یا جی دکتر سیب عبدالجبال سهیل که استاد شما هستن و فعلا به سفر بودند، انشاءالله وزیدتون این فرصت ممکنه به پانتون به پنل ارتباطی انشاءالله ما خواهیم گذاشت و از اون طریق دسترس شما قرار خواهد گرفت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.